مقاومت ایران از 16 سال پیش با تصویب طرح جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی اعلام کرده که حاضر به همکاری با همه نیروهای جمهوری خواهی است که به نفی کامل رژیم ولایت فقیه التزام دارند و برای یک ایران دموکراتیک و مستقل و مبتنی بر جدایی دین از دولت مبارزه می کنند. شورای ملی مقاومت از 4 دهه پیش به دور از لفاظی های رایج سیاسی، قیمت یکایک کلمات و مصوبات و تعهدات خودش رو با رنج و خون بسیار پرداخته. ما به پیریزی جامعه‌ای فرا می‌خوانیم که تار و پودش آزادی، دموکراسی و برابری است و همچنین مرزبندی با استبداد و وابستگی و تبعیض جنسی و قومی و طبقاتی است. ما از برابری زن و مرد و از حق انتخاب آزادانه پوشش، از جدایی دین و دولت، از خودمختاری ملیت‌ها، از تساوی حقوق سیاسی و اجتماعی کلیه افراد ملت ایران، از لغو اعدام، از آزادی بیان، احزاب، مطبوعات و اجتماعات، از آزادی اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، شوراها و سندیکاها دفاع کرده ایم و دفاع می‌کنیم. طرح 12 ماده شورای ملی مقاومت ایران برای خودمختاری کردستان ایران که 35 سال پیش تصویب و اعلام شده، هنوز هم یکی از جامع‌ترین الگوهای جهانی است. ایران آزاد یک ایران غیر اتمی در همزیستی مسالمت‌آمیز با همکاری منطقه‌ای و بین المللی است. آری این است سیمای یک جایگزین دموکراتیک در برابر حاکمیت آخوندی و هر گونه دیکتاتوری. مسیر اولین گام انتقال حاکمیت به مردم ایران است. با اتکا به همین مردم و پایگاه مردمی است که میتوان از هرج و مرج و ناامنی برحذر ماند و میتوان تمامیت ایران و ایرانی را حفظ کرد و سرفراز نگه داشت. طبق برنامه شورای ملی مقاومت، بعد از سرنگونی رژیم، یک دولت موقت 6 ماهه تشکیل می شود که وظیفه اصلی اون تشکیل مجلس مؤسسان از طریق انتخابات آزاد با رأی عمومی، مستقیم، مساوی و مخفی مردم ایران است. این مؤسسان باید ضمن 2 سال قانون اساسی جمهوری جدید را تدوین کند و آن را به رأی مردم ایران بگذارد و همچنین نهادهای اساسی جمهوری جدید را طبق آرای مردم مستقر کند.